سلام به دوستان فیلمزی خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم امروز میخوایم به بررسی فیلم The ساخته دیوید فینچر بپردازیم من محمد امیر جلالی در کنارم فرید متین که امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم منم سلام میکنم به بیننده ها و امیدوارم که بتونیم بحث های خوبی بکنیم درباره فیلم بحث قبلیمون یادمه درباره فیلم ناخدا خورشید و مقایسهش با داشتن نداشتن هاوارد هاکس بود که اون برنامه رو اگر دوست دارید میتونید تو کانال فیلمزی برید و تماشا بکنید خب آقا درباره فیلم د دیوید فینچر اگه بخوایم حالا بحث رو شروع بکنیم دوازدهمین فیلم فینچر اگر به کارنامه فینچر نگاه بکنیم فیلم های مثل سون مثل زودیاک مثل دختری با خالکوبی اجده ها اینا فیلم هایی هستن که به نوعی به یک قاتلی میپردازن درباره یک سری قتل ولی همیشه سمت کاراگاه ماجرا و اون کسانی بیشتر هستیم که در واقع دنبال این قاتل میگردن حتی اگه توی زودیاک هم بخش خود زودیاک رو نشون میده ولی اینجوری نیست که ما حالا با ذهنیت خود زودیاک هم رخ بشیم و در واقع ببینیم چه تفکراتی داره صرفاً به واسطه اون زاوی دیده آزادی که داره بخش هم زودیاک رو میبینیم اما این بار در فیلم دکیلر از همون ابتدا در واقع با ذهنیت یک قاتل همراهیم پوستر فیلم هم که یه جوره انگار مثل نقاشه امپرسیونیستیه یه جورایی داره به ما یادآوری کن انگار با حس و حال لحظه ای قاتل در تمام لحظات فرایندی که برای این قتل ها داره انگار قرار همراه بشیم میشه گفت فیلم لاقل از نظر بسری و تمهیدات کارگردانی کاملا مشخصه که کار فینچره از فیلم های سال 2010 به بعدش لاقل برای من بهترین فیلمشه منتها تو این فیلم همونجوری که خودت هم گفتی اون چرخشی که داشته در جهت نزدیک شدن به حالا اون آدم کش و اینکه حالا چجوری نگاه کرده به این و خود اون آدمکش رو محصول چه چیزی معرفی کرده این کلا نگاه های ریشه یابانه ای که داره همیشه به نظر من برگه برنده ای بوده که تو کاراش وجود داشته حالا جالب اندرو کوین واکر فیلم نامنویس فیلم 7 فیلم نویس این فیلم هم هست به نوعی دوباره انگار این زوج انرو کوین واکر و دیوید وینجر با یک فیلمی که درباره یک قاتل هست دوباره برگشتن به من نظر کلیم درباره فیلم بخوام بگم که حالا بعد تا هم نظر تو بگی من اینجوری هم که فیلم دکیلر به لحاظ اجرا و به لحاظ اینکه اون قراردادهایی که از ابتدا با ما میکنه اینه که قراره که به ذهنیت قاتل نزدیک بشیم با خیلی با حس و حالش در واقع بریم جلوی پورتری یک قاتلی که حالا پول میگیره و یه سری آدم میکشه برای ما کاملا توی مسیر فیلم ترسیم میشه و هم همونطور که گفتی با همون حال هوای کارگردانی خودش اصلا کاملا حس و حال زودیاک رو میبینیم حس و حال در واقع سیون رو میبینیم اون شکل نورپردازی لوکی با کنترست uh, بالا و اینا رو داره کاملا اما به لحاظ فیلم نامه من مشکلاتی باش دارم که احساس میکنم این مشکلات شاید خیلی ها باش داشته باشن که مثلا سیون نداره اما به طور کلی چون که واقعا با فضاسازی و اجرای دیوید فینچر تونستم در خیلی از لحظات به اون قاتل سریالی نزدیک بشم و همطور کانسپتی که فینچر داره دنبال میکنه حرفی که میخواد بزنه به خوبی به نظرم تو این فیلم القا میشه به ما که خیلی هم بی رفت نیست کاملا حالا من توضیح میدم که در راستای کار قبلیش هم بوده به طور کلی فیلم رو مثلا سه ستاره ارزیابی کردم از پنج مسئله که وجود داره توی دکیلر و حالا اگه مقایسه بخوایم بکنیم با هفت اونجا ما با در واقع بداعت های بیشتری توی خود قصه مواجه بودیم منطقه توی این فیلم فیلم نویس و کارگردان سعی کردن که تمرکزشون رو بذارن روی شخصیت و در واقع لایه های درونی شخصیت وقایعی که اتفاق میفته نوع قتل هایی که اتفاق می‌افته هیچ کدوم بداعت خاصی ندارن و چیزهایی که کاملا شما از یک فیلم در واقع حالا مثلا بگیم ساب ژانر کنترکت کیلر توقع داری مثلا که طرف وسواس داره به جزئیات توجه میکنه یا مثلا رد پاهاشو پاک میکنه اینا خب اینا چیزهای طبیعی که وجود دارن یا حتی مثلا اون دیالوگ هایی که در پایان در صحنه مواجهه این آدم کش با کاراکتری که تیلدا سوینتون بازی میکنه اون دیالوگ هایی که سوینتون میگه چیزهایی هن که طبیعی هن کاملا یعنی به خاطر پول ما این کارا رو انجام میدیم و و و و منتها معانی که سعی شده از اینها برداشت بشه توی روند تغییر شخصیت آدم کش اونجا اهمیت پیدا میکنه و عدم جذابیت ظاهری یا در مواجهه اول با فیلم به نظر من به همین قضیه برمیگرده اگه موافق باشی ابتدا ما حالا از اون چیزی که بیشتر فکر کنم هم من هم تو خوشمون اومده از فیلم صحبت بکنیم بعد بپردازیم به حالا ایراداتش و اینکه چرا یه عده ممکنه دکیلر رو دوست نداشته باشن من خیلی دوست دارم درباره کانسپت فیلم که اساساً در کارنامه دیوید فینچر کجا قرار میگیره این فیلم و در واقع چه نگرشی دنبال میکنه و همینطور شباعت های جذابی که میدونم خودت هم بهش اشاره خواهی کرد از جمله سریحترینش به سامورای ملویل و همینطور به پنجره عقبی هیچکاک حتی تو گفتی به گستگ جارموش درباره این شباعت ها میتونیم بحثمون رو در واقع شروع بکنیم و این اگر که به کارنامه فینچر نگاه بکنیم مثلا توی فیلم 7 حالا سوای این داستان کارگاهی و در واقع معمای قتل که حالا ظاهر قضیه بود یه جورایی تقابل دو نسل هم مطرح بود یعنی توی سیر تاریخی آمریکا اگر بخوایم رصد بکنیم که فینچر دقش توی خیلی از فیلماش باز اختلاف تفکر و نظر برد پیت به عنوان نماینده نسلی که داره حالا رشد میکنه و دههای بعد از مثلا جنگ ویتنام و اینا رو در واقع داره تجربه میکنه با مورگان فیلمانی که تفکر و سنتی آمریکا ها. یا توی فایت کلاب مثلا انتقاد فینچر خیلی سریحه حتی خیلی به سخره میگیره که مثلا چگونه جنبش های مدنی که مثلا تو دهی شهست شکل گرفتن جنبش های دانشجویی جنبش های تق... علیه سیاپوستا جنبش های محیدزیست اینا چگونه حالا تبدیل شدن به این جنبش های خیلی مضحکی که در واقع دور هم برای قهوه و شیرینی مفت جمع میشن و مثلا انجمنهای های ترک اعتیاد تشکیل میدن و چگونه انگار اون آرمان ها داره رنگ میبازه حتی توی د گیم باز به طور خیلی ویژه سرمایهداری رو داره به سخره میگیره یعنی یک آدمی که بانک داره خیلی وضع مالی خوبی داره ولی عملا دیگه به یه جایی رسید تو زندگیش هیچ حسی نداره چی سر کیفش نمیاره حتی پدرش هم به خاطر همین وضعیت به نقطه رسیدی که خودکشی میکنه بعد یه گیمی در واقع میاد پیش روی این آدم که انگاری خورده هم در دل این بازی این آدم بیشتر خودشو بشناسه بیشتر به نقاط ضعفش اشراف پیدا کنه هم انگار این بازی انگار یه سرگرمی برای اینایی که به جایی رسیدن که هیچ سوالی ندارن یعنی یه گروهی جمع شدن که سرمایه‌دارا رو اینجوری بازی بدن خلاصه این دقدقهه وجود داره تا اینکه الانم در فیلم دکیلر بیشتر داریم این رو میبینیم که این آدمه همونطور که تو هم اشاره کردی انگار ماحصل یک فضاییه ماحصل یه سری اتفاقاتیه که دست به دست هم دادن و در طی سیر این سیستمی که حالا سرمایه داری هست همچین قاتلی رو به وجود آوردن چیزی که مثلا من خودم خیلی اینجوری میبینمش که انگار سامورایی ملویل احزار شده به زمانه امروز انگار اگر ملویل قرار بود مثلا آدم کشش رو تو این زمانه روایت بکنه کسی مثل همین آدم کش فینچر بود که به همه ادوات و فضای پیرامونش فضای تکنولوژی که پیرامونش آشناه و از اینها قرار استفاده بکنه از همین عبور بکنه یه جورایی عملا کانسپتی که داره فینچر تو این فیلم دنبال میکنه به نظرم اینه که چگونه قاتل امروز محصول این فضایه و با آشنایی با آشنای زیادش نسبت به تمام ادوات صنعتی میتونه بره آدم بکشه و حریف اینا باشه حالا اگه ما برگردیم به همون مقایسه با فیلم ملویل از نظر پلات خب دوتا فیلم شباهت های غیرقابل انکاری با همدیگه دارن یعنی اونجا هم ما با اولا یک آدمکش منزوی طرفیم به عنوان شخصیت اصلی که این تو انجام یکی از پروژه هاش یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل سبب این میشه که سفارش دهنده ها حالا بخوان خودش, خودش از بین ببرن تا مدرک علیه خودشون در واقع پیدا نشه که حالا همین کانسپت رو ما تو مثلا گستاگ جیم جارموش هم میبینیم منتها توی اون دوتا فیلم مشخصا چیزی که اتفاق میفته اینه که اون آدمکش برای نجات جان خودش اقدام میکنه و سعی میکنه که اون بالا دستی های خودش رو نابود کنه برای اینکه در نهایت خودش زنده بمونه و توی هیچ کدوم از اون دوتا فیلم محقق نمیشه این قضیه منتها توی فیلم فینچر عملا اصلی ترین دلیلی که آدم کش رو میاره به انجام اون کارها اینه که چه کسایی بودن که اون بلا رو سر دوست دخترش آوردن بنابراین یک جورهایی دیگه نجات جان خود مطرح نیست و در نهایت هم زنده میمونه من به شخصی که از مشکلاتی که با فیلم فینچر دارم همینه ببین اگر که قرار باشه کلا محدود به یک قاتل بمونیم به ذهنیاتش به اینکه طبق اون صحبتهایی که میکنه من برای هیچ کشوری زیر پرچم هیچ کشوری نیستم برای هیچ کسی مثلا عقیده ویژه ای ندارم من فقط پول میگیرم و آدم میکشم یعنی کاملا حس میکنی که یک آدم کش صرفه که تمام زمانش هزینه این میشه تمام زیستش در واقع داره هزینه آدم میشه و یه میل خیلی انگار ذاتی داره به این قضیه چیزی که در واقع ملویل داره این رو ما آلندلون رو در واقع یه کاراکتری میبینیم اونجا خودش بخشی از یک سیستم شده از این بابت خیلی مشترکه با دکیلر خودش هم دقیقا و دست شده توی این سیستمی که یه سری پول بهش میدن برای این آدم بکشه مونتا خیلی درگیر چیزی نمیشه که مثلا نیازمند پرداخت باشه یک معشوقه یا یک زنی تو زندگیش هست که آلندلون رو خیلی دوست داره ولی اون آلندلون خیلی بهش میلی نداره و صرفا ازش استفاده میکنه برای اینکه یک شاهدی باشه که بتونه در پوش بذاره روی جنایتی که انجام میده مونتا وقتی در فیلم دکیلر میاد انگیزه این آدمی که اینقدر دقیق معرفیش کرده در ابتدا و ما فکر کنیم با یه آدمی از طرفیم که کاملا برای میل خودش و اینکه پول دربیاره کاملا بیهس آدم میکشه یهو یک معشوقه ای رو نشون میدی که به خاطر این بخواد بره مثلا دست به انتقام بذاره یه خورده تقلیلش میدی اول یعنی یه از اون نگاه کلانی که مثلا در ذهن من میاد فاصله میگیری و یه خورده میریم سمت خطر کلیشه ای شدن چون انگیزه خانواده یه چیزیه که خب خیلی انگیزه کلیشه یعنی شاید جز اولین ایدهایی باشه که به ذهن برسه و دوم که اصلا پرداختی هم از اون معشوقه ارائه نمیده چون انتظار ایجاد میکنه طبعا بخواد کسی انگیزشون باشه ما واقعا رابطه اینا باید برای ما خیلی جدی بشه که حالا این آدم رو در مسیر انتقامش همراهی بکنیم یه جورایی انگار تقلیلش میده به یک سوء تفاهم و به یک مثلا مسئله شخصی اینا خورده باعث میشه که اتفاقا در بستر فیلم نامه من این فیلم رو از سامورای ملویل پایین تر ببینم یعنی به خاطر همینه یه خورده از فیلم بعضا ناراحتم عملا فیلم در واقع پلات اصلیش یه جورایی بعد از اون اتفاق عوض میشه انگاری منتها باز میشه این رو گفت که به هر حال اون اتفاق بهانه در دست فیلمساز که بتونه سیر تحول شخصیت رو دنبال کنه چون حالا اون چیزی که ما در اون دقایق اولیه فیلم میبینیم توی مونولوگ های شخصیت شخصیت مدام داره از این صحبت میکنه که مثلا احساسات و بذار کنار به کسی اعتماد نکن برای کسی دلسوزی نکن ولی در یک موقعیتی قرار میگیره که میبینه نه من اینجا اتفاقا احساسات رو باید بیارم وسط مثلا پای معشوق هم کشیده شده وسط و خب به هر حال اونم در واقع یک نشانه ای از اینه که قرار بود سراغ خودش بیان آره. یعنی یه خطری هم نسبت به خودش احساس کرده اولین جاییه که ما متوجه میشیم که اون شعارهایی که همیشه تو ذهن خودش داشته تکرار میکرده رو میذاری کنار و... می یه تناقضی می‌بینیم میبینیم یه جورایی دقیقا و حالا مرحله به مرحله تو هر کدوم از اون قتلهایی که انجام میده باز میبینیم که هی یه سری چیزهایی که قبلا بهشون چسبیده بود و اونا رو هم دونه دونه میذاری کنار تا در نهایت به اون تحول پایانیش برسه مثلا سامورایی اون هم یک آدمی می‌بینیم میبینیم که از همون نمای ابتدایی فیلم از همون عنوان بندی فیلم که میاد دراز کشیده و منتظره و دقیقا همون چیز شبیه به همون چیزی که دکیلر هم میگه میگه اگه میخوای این شغل داشته باشید مدت زیادی رو باید منتظر بمونید و حتی هر دو هم یه نماهایی دارن که دراز کشیدن تو هر دو فیلم هست و انگار که محیطی که محیط های داخلی که درش قرار گرفتن حکم یک حریم امن براشون داره مثلا لباس سامورایی همون بارونیه حریم امنشه کاملا انگار که اگر اون لباس رو ازش بگیری احساس ناامنی میکنه برای این آدم کاملا ورود کردن به فضاهای خارجی قرار گرفتن در جاهایی که خیلی تحت کنترلشون نیست نگران کننده است و انگار حریم امن اینا رو به هم میریزه حتی بازی خود فاسبندر هم به نظرم خیلی تاثیر گرفته از بازی آلندلون به خصوص تو بحث نگاه که آلندلون هم خیلی در واقع تو اون بازی بازی با چشم ها چشم که خیلی سعی میکنن احساسات رو پنهان بکنن نگرانی ها رو پنهان بکنن و همش خیرن به آدم های مقابلشون کم حرفن و اینجا هم حالا جالبه که فینچر صدای ذهن کاراکتر رو اضافه کرده که ما یه خورده بیشتر انگار که نیاز دیده نسبت به سامبرایی که ما انگار با درونیات این قاتل بیشتر همراه بشیم پلات اصلی هم که گفتی دقیقا هر دوشون انگار که سابقه خیلی درخشانی داشتن توی کاراشون بی نقص بوده کمتر دچار اشتباه شدن اما قراره که این بار پیرنگی رو ببینیم که اینا یک بار اشتباه میکنن و حالا چگونه بتونن از اون اشتباه در واقع رهایی پیدا بکنن بچه اشتراک هر دو اینه که از یه جایی به بعد متوجه میشن که آدم های یک سیستم خیلی کلانن و بازیچه یک سیستم کلان در واقع قرار گرفتن حالا لندلون از موقعی که متوجهش میشه به سبک خودش دیگه تبدیل به یک مسئله شخصی میشه براش میره ببینه کیا بودن که به بازی گرفتنش حتی اون شاهدی هم که لش نداده براش مسئله میشه آدمکش کش فیلم فینچر هم همینه باز هم از یه جایی به بعد احساس میکنه که بازی خورده و احساس میکنه که یه سری آدم ها میخوان ازش سوء استفاده بکنن و میره که همون بازی رو با خودشون در واقع انجام بده و مخفیگاهاشون رو پیدا بکنه و بهشون نشون بده که به این راحتی ها نمیتونن بازیش بدن از نظر تصویری هر دو تا فیلم توی اقامتگاه این آدم کش ها شروع میشن ما اون نقش معشوقه رو هم داریم توی هر دو تا فیلم یه نقش کلیدی هم دارن و اونم اینه که یه اطلاعاتی رو لو نمیدن و حالا یه تفاوت جالبی که باز این وسط هست و خیلی به نظر من حاوی معنا میکنه فیلم فینچر رو از این نظر اینه که توی فیلم سامورایی ما در واقع اون نیرویی که مشخصا مقابل قهرمان قرار میگیره مقابل جف کاسلو قرار میگیره نیروی پلیسه مونتا فیلم فینچر عملا عنصر پلیس رو حذف میکنه به صورت کلی اصلا وارد بازیشون نمیکنه آره <applause> خیلی از طرفشون شلوغه و مثلا درگیر پرونده‌ای دقیقاً گفته خود قاطه و یه ای هم قبل از اون آخرین سفرش تو هواپیما نشسته و میگه خب پلیس هم اینجوریه که هرکی دارایی بیشتری داشته باشه اگه کشته بشه آره. بیشتر دنبال قاتلش بیشتر. میگرده آره. بنابراین یه تنه هم اینجا میزنه که اصلا خیلی این اتفاقاتی که داره میفته اهمیتی هم برای پلیس نداره حالا شباهتی که گفتی معشوقا که گفتی اتفاقا هر دو مشوق هم سعی میکنن. به قاتل یه جورایی خودشون رو اثبات بکنن یعنی هم توی سامورایی خیلی اون مشوقه سعی میکنه بهش میگه که من به هیچکس کس نمیگم اعتماد تو رو جلب میکنم در واقع حتی پلیس میره تا همجور وسوسش میکنه که لو بده سامورایی رو ولی تا آخر موفق نمیشه اینجا هم همینه توی بیمارستان در واقع سعی میکنه خودش رو اثبات بکنه بگه من فرار کردم و تو رو لو ندادم و یه جورای که دوست دارن که از سمت این قاتلین حرفه ای دقیقا. تحویل گرفته بشن داره. و جالبه تو همون سکانس بیمارستان هم ما اصلا هیچ واکنش عاطفی یا احساسی از آدم کش نمیبینیم نسبت به اون معشوقه دقیقا همون ش... شبیه همون بازی که آره یا حتی داره. در پایان همون جایی که براش قهوه میاره حتی یه لحظه معشوقه میترسه از سایه‌ای که بالا سرشه حالا در واقع اون تجربه تروماتیکی که از سرگذرونده تاثیر داره ولی خب به هر حال یه اتمسفریه که بین اون دوتا آدم هست دیگه دقیقا. یا حتی وقتی بعدش هم دراز میکشه هیچ نگاه مثلا عاشقانه یا با ای به معشوقه نمیندازه در حالی که دختره این نگاه رو میکنه در دل این مسیر یه جورایی توی فیلم سامورایی حس میکنیم که آلندولون علاقه من هم شده به اون دختر رنگین پوست و به نظر من این علاقه از اونجا میاد که انگار یه جا به بعد حس میکنه اون دختر هم مثل خود آلندلون تو این سیستم بازیچه است و از این بابت یه جورایی احساس نزدیکی میکنن به همدیگه بر همین هم با خشاب خالی شاید میره اول که خیلی انعکاس ها توی فیلم توجه من رو جلب میکنه یعنی مشخصا برای اینکه بخوایم بگیم یک آدمی محصول چه وضعیتیه اینکه نمایی انکاس تصویر کیلر روی شیشه با ساختمان های مجللی که در واقع قرار بره در اون اونها نفوذ بکنه یه همچین حسی میده که انگار این آدم محصول همین ساختمان از دل همین ساختمان به وجود از دل همین سیستم بیرون اومده ضمن اینکه اینکه میگم خیلی انگار مسلط به همه ادوات اینه که خب خیلی پلان های اینسرتی در واقع گرفته میشه از اینکه یه موبایلی له میشه یا توی درگیری مثلا میبینیم که اینا ادواتی که توی صحنه استفاده میشن برای در واقع به تصویر درآوردن اون سکانس اکشن و زد و خورد تلویزیونه که اینا میخورن توش و خورد میشه اون تلویزیونه یعنی انگار که کاملا تمام این وسایلی که حالا مثلا خیلی گرون قیمتن حتی برای خیلی ها دغدغه است که مثلا اینا رو تعیب کنن برای اینها یک امر عادیه و انگار که انقدر با این تکنولوژی عجین شدن و انقدر این زبان جامعه مدرن و ادوات مدرن رو فهمیدن که میتونن به راحتی ازش استفاده بکنن و اصلا نفوذ کنن به درون اون ساختمون ها یعنی قاتل امروز تو آمازون سرچ میکنه وسیله مورد نظرش رو پیدا میکنه یعنی انگار همه چیز جلوش هست فقط باید قواعد بازی رو بدونه و بتونه ورود بکنه و در برخلاف اینکه این قدم مثلا معماری های خیلی مشرفی بر آدم ها وجود داره این قدم مثلا تکنولوژی پیشرفته ای وجود داره اینها باعث نمیشه که آدم کش فینچر نتونه به این ساختمون ها نفوذ بکنه و هیچ وقت ساختمون ها حریم امنی برای سرمایه که توش قایم شدن نیست دقیقا همیشه انتقادات جدیش رو تو فیلم ها به سرمایه داری میشه دید حالا مثلا نمونه خیلی شاخصش تو ذهن من هم فایت کلابه اینجا هم حالا اشاراتی که خود آدم کش به مکدونالد میکنه یا مثلا استارباکس هایی که دائما میبینیم در آره. جای مختلف داره ازشون استفاده میکنه مصرف گرایی که کاملا هیچی براشون مهم نیست دقیقا اون قضیه انعکاس و جالبه که ما توی سامورایی هم توی آینه ها خیلی میبینیم یعنی آره. از آینه توی میزانسن ها خیلی استفاده کرده و اون باستابی که توی آینه اتفاق میفته و اون دوگانگی و معنای در واقع درگیری درونی که همیشه به بیننده منتقل میکنه و باز یه مسئله ای هم که وجود داره اه، یه اهمیت نمادینی پنجره ها و درها توی این فیلم میتونن پیدا کنن این آدم کش توی اون صحنه اول از یه فاصله ای قراره در واقع اون هدفش رو بکشه و از طریق یک پنجره دسترسی پیدا میکنه به اون هدفش اون پنجره در واقع نماد یک مدخلیه که اینو از دنیای درونی خودش خارج میکنه و به اون دنیایی میبره که حالا باید اونجا آدم بکشه برای اینکه بتونه خرج زندگیش رو بده یا مثلا درها درهای خیلی زیادی وجود داره که دائما ما میبینیم این ازشون رد میشه هم در اون جایی که توش ساکنه هم فرودگاه ها در واقع یه جورایی نمادی از آستانه های مختلفی یعنی هن که این هر بار باید ازشون رد بشه برای حالا چه کامل کردن اون عملیات خودش چه پولی, که, بگیره چه پولی که بگیره و چه در راستای اون تحولی که شخصیتش داره طی میکنه جالبه پنجره رو گفتی طبعا اشاره به پنجره عقبی هیچکاک هم میتونه موثر باشه در این فیلم در اونجا هم در واقع اون خبرنگار کنجکاو ما پنجره ها براش یک حاشیه امنی بودن که بتونه از دل اونها در واقع رخنه بکنه توی همه ساختمان هایی که گروش هستن و اطلاعات جذب بکنه کما اینکه نگاه همیشه نگاه کردن در آثار هیچکاک همواره جزء معلفه های همیشگی اینکه آدم ها به واسطه نگاه کردن به یک چیزی ممکنه تو درد سر بیفتن اصلا اونجایی که با دوربین نگاه میکنه دکیلر کیلر یعنی کاملا کاملا عقبیه دینه و اصلا خود مسئله نگاه و چشم شرانی رو هم وارد در واقع کانسپت میکنه در واقع یه جورایی تعمیمش میده به خود مخاطب چون مخاطب هم یه جورایی چشم و دقیقا. داره دزدانه نگاه میکنه و آدم کش ما هم داره دزدانه نگاه, نگاه میکنه. میکنه. چیزی که در واقع تو پنجره عقبی هم بود دیگه یعنی ما رو میذاشت توی دقیقا. نقطه نظر اون آدم و اینجا هم حتی به واسطه صدا همینه میایم توی نقطه نظر کیلر موسیقی که داره گوش میده پخش میشه میایم بیرون همون آمبیانس محیط مدام داره رفت آمد میکنه حالا من دوستم به یک نقاش معروفی هم اشاره بکنم که پنجره ها همیشه از علمان های اصلیش هست ادوارد هاپره که در واقع تفسیری که از پنجره های نقاشی ادوارد هاپرت میشه میگه که پنجره توی ساختمون مثل چشم توی بدن انسانه در واقع مرزی که بین درونیات آدم و فضای بیرونی که وجود داره پنجره هم توی ساختمان همین کار رو میکنه مرزی بین تمام آدم هایی که درون اون حریم امن هستن با آدم هایی که بیرونن و طبعا اون امنیتی که به واسطه اون فضاهای داخلی دارن رو تجربه نمیکنن کاراکتری که فاسپندر داره بازی میکنه یه خصوصیتی که داره اینه که ما اصلا نمیدونیم اسمش چیه صدها هویت داره در جاهای مختلف هیچ موقع هیچ ردی از خودش باقی نمیذاره هیچ موقع در یک جایی سکونت دائمی نداره دائما در یک سری نامکان به سر میبره از ایر بی خونه اجاره میکنه مثلا میره هتل میره فرودگاه میره <iza> بهمانجا اولین باری که حتی به اون خونش توی دومینیکن میره هم حتی اقامتی اونجا نداره صرفا میره و میبینه چی شده دوباره میاد بیمارستان و بعد از تمام این سفری که طی میکنه در نامکانهای مختلف سر میکنه در پایان فیلم حالا دوباره برمیگرده به اون مکان اصلی خودش یعنی یک قراری پیدا میکنه حالا بعضا اونایی که مخالف فیلمن و فیلمو دوست نداشتن خیلی پایان سطحی و مثلا بیمعنای انتظار نشتم فیلم اینجوری تموم بشه و در واقع میفهمم که چرا بعضی پایان فیلم دوست ندارن اما خب در راستای اون کانسپت همچنان هست تمام ذهنیات کیلر حاصل آموزه های سرمایه داریه یعنی به کسی اعتماد نکن فقط برای پول کارت انجام بده زیر پرچم هیچ کشوری مثلا دغدغه نداشته باش در واقع آدم هیچ کشوری نباش و صرفا مناسباتت رو در واقع این بیهستیش هم که از چهره میاد تو همه فیلم های قبلش هم مثل دی هم هست این وسواس و تمیزی هم همینا وسواس و تمیزی همواره یک وچیه که انگار آدم های سرمایه رو از قشر پایین تر جامعه جدا میکنه ما خیلی شایدش هستیم یه ای آیکونه کاملا که حالا اینجا در راست در خدمت یک قاتل هم هست که هیچ ردی از خودش به نظر نذاره که گیر نیفته اما خب خانواده و مثلا یک زندگی در کنار یک زوج خانواده تشکیل دادن هم یک آموزه سرمایه تو خیلی از فیلم ها دیدیم خیلی از سریال ها دیدیم مثل بریکینگ بعد پدر خانده ها که اینا با انگیزه خانواده به خودشون اجازه میدن که دست به هر جنایتی بزنن و یه جورای انگار که تهش تمام قواعد سرمایه رو این آدمی که خودش محصول همین سیستمه فهمیده بلد شده از همه اون درگاهی که تو گفتی نفوذ کرده آدمهایی رو که حس میکردن گیر نمیفتن حس میکردن از این بالاترن و باوشترن تو حریم امترین نسبت به این به واسطه اون ساخته اون عجیب غریب همه اینا رو هم کشته حالا در نهایت برمیگرده سراغ همون کانسپت اینکه ایدئال یک زندگی آمریکایی همینه دیگه پولدار باشی با معشوقت کنار دریا توی یک خونه خیلی بزرگ زندگی بکنی و یک جورایی برام تنامیزه من تنامیز بودن این پایان رو کاملا درک میکنم و از این بابت برام جذابه حالا مشکل فینامش هست ولی از این بابت که فینچر همین رو تبلیغ میکنید نه شما یعنی داره به تمام صاحبان سرمایه میگه انگار که شما همینو رو میخواین دیگه منم رو تو این نقطه در واقع آره و مستم. یه تضادی هم برقرار میکنه بین زندگی که این آدم کشه بر خودش ساخته و زندگی که اون نفر اصلیه که آدم کش برای خودش ساخته مم. اون, مثلا در توی در یک ساختمون خیلی در واقع برج دیگه اصلی ترین نماد سرمایه داریه داره. آره. مثلا توی یک پنت هاوسی زندگی میکنه با کلی تجهیزات تکنولوژیک که تو امنیتی دقیقا که تو اون سکانس میبینیمش مثلا باشگاه توی پارکینگ هست باید کارت بزنی و, و و و و در حالی که حالا زندگی که اون آدم کش برای خودش ساخته درسته که باز با یک پول خیلی زیادی اون رو ساخته ولی خب خیلی ظاهرش لاقل فرق داره با اون یکی آه. کنار دریاست مثلا خیلی عجین با طبیعت یه خونه در واقع یک خونه است به جای که یک برج باشه اولا که توی روز فیلم برداری شده برخلاف اون سکانس که توی شب بود یعنی یه تفاوتی هم اینجا روزی جورای امن دیگه آره یعنی امنه دقیقا هم. یه تفاوتی اینجا خود فیلمساز آمدانه وارد میکنه حالا یه ارجایی هم میده به اون صحبتی که حالا اولش کلیشه‌ای به نظر میرسه اما اتفاقا خودش هم توی دیالوگ اعلام میکنه که یه سری از این چیزایی که میگه کلیشهیه مثلا اینکه سنگ بنای تمدن بشریت این بوده که همیشه یه سری اقلیت بر اکثریت حکومت بکنن در پایان فیلم یعنی دیالوگ نهایی فیلم اینه که میگه خودش میگه من یکی از اکثریت هام و در واقع یکی از اکثریت که موفق میشه بره به اون ساختمان اون آدمی که مشتریه و در واقع سفارش داده که یکی برای من بکشید نفوذ کنه بره به بالاترین نقطه اون ساختمون و بعد جالبه که ببینه که اون آدم اصلا نمیشناستش یعنی حتی اونجا یه جوره آدمکش به خودش میاد که اساسا اینا براشون مهم نیست یعنی آدم ها اینا هم دقیقا مثل خودشن همونطور که میگفت من هر کیو بکشم آمار رو خیلی جابجا جا نمی کنم. تولد خیلی بیشتر از مرگ میره پلیس هم خیلی براشون مهم نیست اینکه یک نفر از اکثریت هم علیه اون اقلیت تقیان بکنه یه جورایی یه مانیفستم هست یعنی فیلمساز داره میگه ای بالاخره این آدم هایی که تولید کردید آدم هایی که به وجود میارید که بعضا خیلی هم تاکید داره میگه من آدم استثنایی نیستم صرفا متفاوتم و خیلی هم مثلا برخلاف همون مقدمشینی اولیه که ما حس کنیم خب این با این دقت و وسواس هیچ وقت شکست نمیخوره اتفاقا شکست هم میخوره بر اساس بخت و اقبال هم یه, جو... یه جاهایی نجات پیدا میکنه یعنی یه جورایی از اون قاتل حرفه‌ای که تو ذهن ما ساخته هی رفته رفته فاصله میگیره اشتباه ازش زیاد میبینیم شانس آوردن زیاد میبینیم ولی همین آدم عادی که این باعث میشه بیارتش تو اکثریت میتونه بیاد علیهتون تقیام بکنه و تا مرز کشتنتون بره و این خودش خیلی معنادارتره تا اینکه آدمکش اونو میکش به نظر من یه دخیل خیلی برشون سوال شده که چرا نمیکشه این رو میگه که اقلیت همیشه اکثریت رو کنترل میکردن سعی کنه جز و اقلیت باشید اونجا لحظه که خب اولین چیزی که به ذهن مخاطب میرسه اینه که احتمالاً این آدمکش خودش رو هم جز اون اقلیت میدونه میدونه آره حالا به واسطه اینکه وصل به در واقع منابع اون قدرت که اون اقلیت ها هستن و اینکه خب خیلی هم بعض مالی خوبی داره و اون دایرها. چیزایی که اونا دارن هم بعضا داره خودش دایرها. ولی خب رفته رفته میبینه که همون چیزایی که گفتی اصلا اهمیتی برای اونا نداره آره. و خیلی راحت میتونه کنار گذاشته بشه خیلی هم اقلیت نیست آره. و میپذیره که جزء اکثریت آره. و این اتفاقا نقطه خیلی مهمی تو همون تحول شخصیتی است و یه جورایی نشان دهنده اینه که خب این پولاش هم از بانک دیگه در آورد و احتمالا دیگه این کار رو نمیخواد ادامه بده علاوه خصوص اون در واقع دیالوگ هایی که با کاراکتر تیلدا سوینتون داشت به نظرم خیلی حائز اهمیت توی این قضیه در واقع اونجا انگاری جلو خودش نشسته و یه جورایی هم میبینه که خب پایانش همینه و باز یه مسئله آخری هم که میخواستم بگم درباره همون صحنه آخر که این میره کنار مشوقش میشینه در راستای اینکه قبول کرده دیگه جزو اکثریت ما این رو در ظاهرش هم می بینیم. همون جوری که معشوقش یه زخم رو پیشونیشه و عینک دودی زده آدمکش هم یه زخم رو پیشونیشه اینجا حاصل اون دعواهایی که کرده و عینک دودی زده لباس سفید پوشیده مثل معشوقه و انگار شده یکی مثل اون معشوقه ای که جزء همون اکثریت از این جهت به همون سامورایی ملویل هم نزدیک یعنی هر دو قاتلاشون از اینجوری میفهمن که اصلا موقعیتشون تو این سیستم کجاست و اصلا آدمایی که اجیرشون کردن اگه حالا به هر دلیلی یه اشتباهی پیش بیاد یه نقصی پیش بیاد که اتفاقا هم مشکلی هم ایجاد نکنه و اینها بالاخره بتونن از اون مخمس نجات پیدا کنن اما هیچ گونه مورد حمایت اینا قرار نمیگیرن چیزی که اینها از سیستم میفهمند، به عنوان یک آموزه جدید به عنوان یک تحول تازه همینه که اصلا خودشون هم برای اینها جایگاهی ندارن خودی که فکر میکرد جز اقلیته و حالا بازی تفاوت جالبی که اینجا هست اینه که سامورای ملویل و گستای جارموش یه در واقع یه جورایی میشه گفت تقدیرگرایانه نگاه میکنن به این قضیه یعنی وقتی قهرمان آگاه میشه از اون وضعیت خیلی در از یه مقطعی به بعد تلاشی برای نجات جان خودش نمیکنه تو سامورایی که با اسلحه خالی میره سراغ اون شاهد و توی گستاگ هم حالا به واسطه اینکه شخصیت رو خیلی نزدیک میکنه به واقعا سلوک سامورایی و اون کوت هایی که از کتاب ها، هاگاکوره میبینیم در نهایت سلوک سامورایی اینه که علیه استاد خودش هیچ اقدامی نکنه و کشته بشه و اونجا هم در صحنه آخر که قهرمان با استاد خودش مواجه میشه در حالی که تنها کسی که از اون دارو دست باقی مونده که کشته نشده همون استاد است باز قهرمان دست به اسلحه نمیبره تو این دوتا فیلم پذیرفتن که ما باید کشته بشیم و در واقع کاری که قرار بوده بکنیم رو کردیم اون اصل کاری ها رو کشتیم حالا خود قرار کشته بشیم ولی قهرمان فیلم فینچر این کار رو نمیکنه به اون بالا سریه میرسه قدرت خودش رو نشون میده و بعد میکشه کنار جان خودش رو هم سعی میکنه که حفظ کنه تقدیرگرایانه نگاه نمیکنه به ماجرا صدای ذهنی که تو صحنه آخر میشنویم هم یه همچین دیالوگی وجود داره که سرنوشت وجود نداره <متجربا> صرفا مسیری وجود داره که تو پشت سر گذاشتی, بنابراین اون کاراکتر هم کاراکتریه که میتونه مسیری که در ادامه پیش روش هست رو خودش بسازه یه خورده اگرچه مثلا ذهنیت تقدیر و بخت و اقبال و بعضا توی یه سری جاها میبینم هر جمله حالا صدای ذهنی خودش که میگه شانس و وقت و عدالت اجتماعی و کارما و یه همچین چیزهایی میگه اصلا وجود نداره خیلی اعتقاد نداره اما خب فینچر این تمهیدی که میگم رو توی زودیاک هم در واقع اجرا میکرد این قتل ها کلن خیلی نمایشی اجرا میشن توی فیلم های فینچر یعنی خیلی واقع گرایانه یا اینکه خیلی بخواد هولناک و شوکه کننده باشن نیست اکثرا حتی دقیقا درست اون لحظه که شلیک میشه ما با چند تا کات طرفیم اون فشنگی که به سمت سر تیلا سوینتون میره و وزعت نفوذ میکنه یا حتی خونی که پاشیده میشه توی شیشه خیلی اینها رو سعی کنه نمایشی جلبه بده که ما خیلی درگیر حالا دلخوره و شوک اون قتله نشیم بیشتر انگار که با تاثیرات بعدش روبروییم وقتی معمولا نمایش اجرا میشه چنین حس و حالی به مخاطب القا میکنه که اینها دیگه مثلا سرنوشتشونی بود که باید کشته میشدن و خیلی با این قتل کاری نداریم حالا ببینیم که در ادامه قهرمانمون به چه ذهنیتی میرسه یعنی این همش به خودش میگه که بداه پردازی نکن پیش بینی کن چه اتفاقی میفته در حالی که تو اون لحظه که تیرش به خطا میره عملا چون درست پیش بینی نکرده تیرش به خطا میره یعنی این اولین جاییه که در واقع این هشدار انگاری بهش داده میشه که آره. من شاید خیلی یا اون شعارها درست نیستن یا من دارم اشتباهشون عمل میکنم اینها جزو همون اتفاقاتی هم که هی بهش تلنگر میزنن که نه این شعارها رو باید بذاری کنار یا مثلا اونجایی که میگه مثلا همدردی نکن به هر حال ما یه جایی رو میبینیم که اون وقتی منشی وکیله رو میکشه جنازه‌شو میذاره همونجا باشه آره. که به هر حال آره. بر مبنای اون جنازه بتونن به فرزندانش اون بیمه عمره تعلق, تعلق بگیره, بگیره آره. رو بگم یکی اینکه خب علا رقم این که خیلی دوربین توی فیلم هست و تاکید هم میشه که اتفاقا خیلی جا تو قرن 21 سخت از زیر دست این دوربینا فرار کرد و این حرفا متا خب خیلی جا میبینیم که اصلا چهرش رو نمیپوشونه چه در قالب پست فدکس که میره چه در رستوران که میره پیش تیلدا سوینتون و اینها شاید خیلی برشون سوال باشه که خب چجوری گیر نمیفته آلندلون هم مثلا حالا به واسطه اون بارونی و اون کلاهی که داشت یه خورده خودش رو مخفی می کرد ولی بعضا اون هم اونقدر چهرهش رو نمیپوشوند و خب آلندرون هم دقیقاً به خاطر همون لباسه گیرفت آره به خاطر همون لباسه گیرفت حالا این یه جا به بعد شاید فکر کنم مثلا من تا حدی فکر کنم شاید ایراد باشه اینکه خب حالا الان رضای در این عصبم هم الان به من میگفت که اونجایی که میره راننده تاکسی رو مثلا خف کنه سه اطلاعات ازش بگیره اتفاقا صورتشو میپوشونه و تو دزدی صورتشو میپوشونه ولی مثلا توی جنایات خیلی اساسی تری که ممکنه گیر بیفته صورتش رو نمیپوشونه اول که خب خیلی تنامیز با این قضیه برخورد میکنه اینجوری که حالا اگر هم ببینن چقدر حالا شاهد تو اون منطقه وجود داره اصلا چقدر پلیس مثلا با اون همه حجم زیاد پرونده ها میتونه اینو پیگیری بکنه شاید فقط تو جاهایی نباید ریسک بکنه که اتفاقا اون سوژه پولداره سرمایه زیادی داره که قطعاً میدونه پلیس هم ورود میکنه یه جورایی به این میزنه ولی خب از یه طرف این سوال مطرحه دیگه توجیه پذیره به هر حال یعنی مخاطب میتونه خودشو توجیه کنه به هر حال این همیشه در جاهایی سکونت داره که کمترین توجه باشه سری کارش انجام میده همه لباساشو عوض میکنه آره. سری از اونجا میزنه بیرون مثلا حالا باز به واسطه اون کلاهایی که میذاره تا اندازه حواسش هست که کم دیده بشه چهرش بعد آره هست. بعد یه چیزی هم میگه و میگه که عملا توی قرن 21 ممکن نیست آره خیلی پس درگیر نمیشه آره, آره برای خودمو اذیت <تص> <تص> کنم اینقدر دوربین هست که و بعد اینکه یه سوالی که خیلی برای منم مطرح بود اینه که حالا با همه هوشمندیهاش چجوری به این فکر نکرد که خب ممکنه برن سراغ خانوادهش معمولا مثلا معشوقه خودش رو هم توی جای سیفی باید بذاره یه خورده اینم ببین احتمالا یعنی میتونه به این دلیل باشه که اولین باری بوده که این اتفاق برش میفته یعنی نمیدونه این اشتباه ممکنه چه واکنشی رو بر بیانگیزه از این با، از این بابت قابل توجیه چون این اولین باره که یو به خودش میاد و ببینه که مثلا تو این سیستم مثلا آدم حسابش نمیکنن اگر چون تو تیتراژ فیلم ما در واقع خیلی کوتاه کوتاه شیوه های مختلف و آه. عملیات های موفقش رو داریم میبینیم دقیقاً, دقیقا. و یه دفعه اینجا اولین بار حالا همون جوری که خودشم توی دیالوگش میگه میگه من مثلا تا الان صد درصد موفق بودم و بعد یه دفعه یه همچین اتفاقی میفته یکی از مسائلی هم که حالا خیلی مطرح میشه درباره فیلم اینه که از کجا مثلا اعتماد بکنیم یا باور بکنیم که این قاتل خیلی حرفه‌ایه و در همه پرژه قبلیش موفق بوده در حالی که مثلا از پس یه تیراندازی مثلا الان بر نمیاد باز هم حالا بخش جوابش تو دادی موافقم باهات که توی اون تیتراج در واقع خیلی صحبت میکنه اما خب اتفاقا مسئله فیلم اینه که اگر یک بار همه چیز بر وفق پیش نره همه چیز اونطور که فکر میکنه پیش نره مسئلهش چه میشود اگر فیلم اینه که چی میشه حالا اگه همه اینها درست پیش رفت یکیش برس به اتفاق درست پیش نره و حالا قاتل چه مسیری رو طی خواهد کرد این به نظرم از این بابت باز هم توجیه میشه و ضمن این که همین وسواسه همین دقت به بسیاری از جزئیات همین داشتن انبارهای مختلف این این سطح از اقتداری که توی یه سری جاها نشون میده کارگردان میتونه باعث بشه می که ما دیگه اعتماد بکنیم حتی اون دقیقه مثلا تو تعویز پلاک و اینا چیزایی که سامورایی هم داشت اینها باعث میشه که حتی اونایی هم که مثلا تو سامورایی آلندلون رو اجیر کرده بودن هم شوکه بشن که این چقدر دقتش خوبه حالا نه لو میده ما رو و چقدر وفاداره و همه اینها موجب شده که این رابطه حفظ بشه برای همینش وقت شاید کیلر در فیلم فینچر فکر نکنه که به قولم به خونه حمله بشه یک مسئله تازه بوده خب صحبت پایانی درباره فیلم داری جدا از چیزهایی که دربارشون بحث کردیم مثلا چیزهایی که من در مورد فیلم دوست نداشتم یکی این بود که شاید اون مقدمه فیلم خیلی طولانی بود <محن> شاید میتونست یه مقداری کوتاهتر باشه <محن> به هر حال <رفی> قاتل <محن> آره تا رسیدن به اون حادثه محرک و دو اینکه میگم در مواجهه اول خیلی از اتفاقات نحوه در واقع کشتن اون آدم ها دیالوگ هایی که مثلا با شخصیت های مختلف داره یه مقداری تکراریه مثلا بداعت خاصی نداره مثلا مقایسه کنیم با گستاک اونجایی که مثلا میره توی زیر زمین لوله آب و باز میکنه و از اون زیر شلیک میکنه به طرف مثلا خود دیدن اون نوع کشتن یک بداعت جالبی داره یه مسئله باز شاخص در مورد فیلم که حالا میشه بهش توجه کرد اینه که مثلا اگر همین دکیلر و گستاگ رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم چگونه فیلم ساز یک پلات مشخص رو از آن خودش میکنه چجوری میتونه المانهای خاص خودش رو چه در کارگردانی چه در طراحی صحنه وارد کنه به فضای داستان مثلا جارموش اون علاقه های خودش رو توی هم فیلم نامه وارد میکنه هم توی فضای کارگردانی و فینچر کاملا اون فضای فیلم های خودش اون فضاهای تاریک در واقع نماهای به شدت چیده شده المانهای سرمایه داری حتی تم حال هوای نوار و دقیقا نور پردازی آره رو وارد حالا منم نکته پایانی بگم تو شکل نور پردازی فیل هم فیلم هم یه اتفاقی که افتاده اینه که خب در پلان های ابتدایی اون حریم امن خیلی به نور پردازی آبی به رنگ های آبی در واقع گرایش پیدا میکنه اون چیزی که اون ساختمانی که قرار سوژه بشه و فردی توش ترور بشه بیشتر به رنگ زرد به رنگ خیلی تردید آمیز گرایش داره بعد هر چی میریم جلوتر مثلا به صحنه ای که کیلر میره در برابر تیلدا سوینتون توی اون رستوران قرار میگیره کاملا اون گوی های های نوری زرد رنگ جا به جای قاب دیده میشه و حتی لحظه ای هم که تیلدا سوینتون رو میکشه ما در بکگراندش میبینیم اون نورهای زردی که کاملا غالب شده انگار که دقیقا اومدن توی حریم امنش و حالا خودش هم در واقع شده جزوی از اون سیستمی که در واقع باش درگیره و اینها داره تدایی میکنه به شکل نوپردازی خیلی من رو یاد این نوپردازی زرد این رنگ های توی زودیاک هم به طور ویژه خیلی میدیدیم نماهای هوایی که در واقع در دل خیابان ها بود باز هم اینجا مخصوصا توی محل سکونت خود کیلر دیده میشه در دل طبیعت دیده میشه که پیوندش میزنه به اینکه این آدم محصول چجور فضایی خیلی ممنون فرید امیدوارم که گفتگوی ما رو دوست داشته باشید حتما شما هم نظرتون رو درباره فیلم دکیلر برامون کامنت بکنید ما کامنت ها رو مرتب میخونیم اگر که این ویدیو رو هم دوست داشتید برای همه دوستایی که طرفدار فینچر هستن بفرستید که اونا بیان نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن سابسکرایب هم فراموش نشه تا گفتگوی دیگه فعلا خدافز خدافز